در بخش پیش با اشاره به کمیته مشترک ضد خرابکاری و سرکشی تیمسار رضا زندیپور از سلولها گفتم که وی به اتاقی که من و طیب سیادتی اونجا بودیم نیز آمد. طیب که با دستگاه موسوم به آپولو شوک الکتریکی شده بود، کرد و دانشجوی دانشکده کشاورزی کرج بود. از یوسف کشیزاده، علیرضا جلوخانی آبکناری و سلیمان تیکان تپه هم که با اونها همسلول شدم حرف زدم. شرط دادم که وقتی در کمیته مشترک ضد خرابکاری نگهبان مژده داد از اینجا میروی، بال و پر در آوردم. با چند زندانی دیگر جایی میرفتیم که فرخی یزدی اون را دژ سنگدل قصر قجر قاجار نامیده است. به زندان قصر. زندان قصر اولین زندان متمرکز تهران پیش از دو قرن پیش که من و شما معلوم نبود کجا بودیم، به دستور فتحعلی شاه قاجار قصری در خارج از تهران اون زمان در حد فاصل سراح زندان، پل سیدخندان، خیابان دکتر شریعتی و خیابان پلیس فعلی ساخته شد. بنای مزبور که سرانجام تبدیل به زندان قصر گردید دارای یک عمارت بزرگ شامل اندرونی و بیرونی، باغ و کلاه فرنگی بود و به قصر قجر یا تخت قجر هم معروف بود. اسفند سال 1284 شمسی که مصادف با ماه محرم بود، حول حوش عاشورا، باران سیلاسایی در تهران در گرفت و قصر شاه یعنی قصر قجر آسیب فراوان دید. اواخر دوره ناصرالدین شاه قصر مزبور عملاً کارای اصلی خودش را از دست داد و سرانجام به زندان مبدل شد در دوره رضا شاه. زمان رضا شاه در همون مجموعه قصر قاجار نخستین زندان نظمیه را ساختند. پیش از زندان قصر زندانیان کجا بودند؟ در زمان ریاست سوئدی ها بر شهربانی تهران، زندان نظمیه در محل اداری شهربانی بخشی از وزارت امور خارجه فعلی در میدان توپخانه واقع بود. این زندان مرکب از دو یا سه اتاق کوچک معروف به حبس نمره یک و چند اتاق و یک زیرزمین برای زندانیان عمومی بود. با کودتای سال 1299 و روی کار آمدن رضا شاه، سقف ساختمان نظمیه با توپ ویران شد و زندانیانی که در ساختمان بلدیه اونجا محصور بودند همگی آزاد شدند و عملاً چیزی از اون زندان باقی نماند. حکومت رضا شاه که پا گرفت و برخی بگیر و ببندها پیش آمد، سرتیب محمد درگاهی رئیس نظمیه ماموریت یافت تا جایی را برای ساخت زندان در نظر بگیرد. سرتیب درگاهی برای پیدا کردن محل زندان از دوست رضا شاه نیکولای مارکوف مشورت خواست. نیکولای مارکوف گرجی بود، اهل گرجستان و فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبای آکادمی سلطنتی سن پترزبورگ و پیش از این کاخ شهربانی را طراحی کرده بود و در بازسازی مدرسه دارالفنون هم سرمهندس بود. مارکوف قزاخانی قصر را که سرتیب درگاهی نیز مدتی اونجا بوده
برای زندان پیشنهاد کرد. ساختمانی آماده روی تپه که اتاقهای تنگ و کوچک و دیوارهای بی پنجره داشت و برای زندان جون می داد. با تغییراتی در امارت سلطانی اونجا مبدل به زندان شد، زندان قصر، و سرانجام 11 آذر سال 1308 با 192 اتاق برای زندانیان که 96 اتاق اون جمعی و بقیه انفرادی بود آماده شد و برای مریض خانه هم شفاخانه به اصطلاح اون روز 6 اتاق 6 نفری و 6 اتاق 1 نفری مهیا گشت. اون زمان زندان قصر گنجایش 800 نفر زندانی را داشت. چاهکن خودش رفت ته چاه. نخستین زندانی زندان قصر خود سرتیب محمد درگاهی بود و شگفتا که دست راست رضا شاه عبدالحسین خان تیمورتاش که در مراسم افتتاحیه زندان قصر علیه سرتیب درگاهی دو به هم زنی می کرد و زیر گوش رضا شاه می خواند، خودش در میان دیوارهای همین زندان نفس آخر را کشید. فرخی یزدی در زندان قصر. زندان قصر در دهه 30 از لحاظ خدمات فقیر و ابتدایی بود. آب نوشیدنی، حمام، امکانات درمانی قابل قبول، وسایل روشنایی و خنک کننده و حرارتی اون بسیار ناچیز بود. تقریبا هیچی نداشت. گویا در تابستان آب حوض را می جوشوندن، بعد در کوزه می ریختن و بعد جای می زاشتن تا خنک بشه. از بهداشت خبری نبود. اون زمان زندان قصر از 4 بند و 3 حیاط تشکیل می شود. زندان شماره 1 خودش 9 بخش بزرگ داشت و زندان شماره 3 هم چسبیده به اون بود. بند شماره 2 تنها بندی بود که اختصاص به زندانیان سیاسی داشت و به همین دلیل مورد حراست ویژه قرار می گرفت. زندانیان بند 2 یعنی زندانیان سیاسی در هر سلول 1 یا 2 نفر بیشتر نبودند. البته چند سال بعد در هر سلول 3 و گاهی 4 نفر را هم جای می دادن. 2 سلول فقط 1 زندانی در اون بود. در یکی از آنها فرخی یزدی، شاعر سیاسی و پرآوازه ایران بود و در دیگری که مقابل اون قرار داشت حبیب الله رشیدیان، پدر رشیدیان های معروف. تیمورتاش را نیز ابتدا در همین بند زندانی کردن، منتها برای اینکه از زندانیان دیگه جدا باشه 4 اتاق ته این بند را با دیواری از بقیه جدا کردن. در اون 4 اتاقی که جدا کرده بودن اول تیمورتاش و بعد سردار اسعد را کشتن. فرخی را هم در همین قصر کشتن. فرخی یزدی جلوی زندانیان به صراحت از سرنگونی نظام دیکتاتوری شاه حرف می زد. فرخی در سلول خودش نوشته بود: هرگز دل ما ز خصم در بیم نشد، در بیم ز صاحبان دیهیم نشد. ای جان به فدای اون که پیش دشمن تسلیم نمود جان و تسلیم نشد. زندان قصر باغ و موزه می شود. زمان محمد رضا شاه اسم زندان قصر را ندامتگاه مرکزی گذاشتند و ساختمان‌های متعددی به مجموعه اون اضافه شد، از جمله ساختمان زندان شماره 2 موسوم به بند زندان سیاسی که به ابتکار تیمسار رزمارا بنا گشت و بعد توسعه یافت.
همه مسئولین زندان قصر از جنس سرهنگ زمانی و سرگرد یحیایی نبودند. افسران خوبی چون سرتیب اسخر کورنگی هم در زندان قصر خدمت می‌کردند که با دیکتاتوری میانه‌ای نداشتند و نزدیک به امثال آیت الله طالقانی و مهندس بازرگان بودند. زندان قصر بعد از انقلاب محل حبس و محاکمه تعدادی از مسئولان رژیم سابق شد. از زندانیان معروف پس از انقلاب میتوان به امیر عباس هویدا، سرهنگ منصور زمانی، سرگرد بیژن یحیایی که داماد سرهنگ محرری بود، سرگرد شعلور، سروان ژیانپنا و عطاءالله شهری مقدم مأمور ساواک که در قصر خودکشی کرد اشاره نمود. همشون اعدام شدن. سرهنگ منصور زمانی 14 اسفند سال 57 در میدان تیر زندان قصر تیرباران شد. او مدام زنده باد اعلی حضرت و جاوید باد ایران سر می داد. سروان صارمی و سروان نعیمی یا نعمتی هم مدتی در قصر زندانی بودند و خوشبختانه اعدام نشدند. من سروان نعیمی را سال 60 در اوین دیدم و بعداً اشاره خواهم نمود. سال 1382 فاتحه قصر این زندان تاریخی خوانده شد و گفتند به دلیل حضور اون در میانه شهر و بافت قدیمی و فرسودش بد نیست تبدیل به مکانی تجاری با برج‌های عظیم گردد، اما دست آخر به باغ موزه تبدیل شد. فرار از زندان قصر. جدا از فرار لورنس عربستان از زندان قصر، تا پیش از انقلاب بزرگترین و معروفترین مورد فرار از زندان قصر که رضا شاه و سپه بود امیر احمدی را هم به واکنش انداخت مربوط به سید فرهاد نوایی است. در برخی اسناد شهرت او نامی نوشته شده که غلط است. سید فرهاد نوایی از اهالی روستای سخ از توابع شهرستان برخار و میمه بود و پیشتر در امنیه در ژاندارمری قم خدمت میکرد. او بعد از اون که علی تجری یکی از یاغیان بیرحم گلپایگان را که در شهرهای دیگر نیز یاغیگری میکرد سر جای خود نشاند، بر سر زبانها افتاد. گفته شده توماس ادوارد لورنس، معروف به لورنس عربستان، که به دلیل ماجراجویی‌هایش سالها سوژه داغ مطبوعات بود، مخفیانه از عربستان به ایران هم می‌آید و پس از دستگیری به زندان قصر می‌افتد. لورنس اسفند 1309، مدت کوتاهی پس از زندانی شدنش، از زندان قصر فراری داده می‌شود. در زمینه ورود او به کشور ما در آرشیو سازمان اسناد ملی ایران 18 سند وجود دارد. اولین سندی که 12 دی 1308 نوشته شده، گزارش محرمانه علی منصور استاندار آذربایجان به وزارت داخل است. فرار رهبران حزب توده از زندان قصر هم پر سر و صدا. 10 از اعضای زندانی حزب توده و از جمله اعضای هیئت اجرایی حزب که در پی فشار خانواده‌های زندانیان از زندان‌های مختلف کشور به قصر انتقال یافته بودند، از زندان قصر فرار کردند که نورالدین کیانوری، احمد قاسمی، مرتضی یزدی، حسین جودت، محمود بغراتی و خسرو روزبه و چند نفر دیگر که اسامی دقیقشون را نمیدانم در شمار فراریان بودم. جدا از اون چه گفتم، گویا فردی به نام شیخزاده اهل ازرشهر یا تورفاقان ده خوارقان
او هم از زندان قصد فرار کرده که تاریخ دقیق اون را نمی دانم. اونطور که از آیت الله قفاری شنیدم، شیخ زاده از دوستان طیب رضایی بوده است. نمونه دیگر فرار تلاش یاران بیژن جزنی، سعید کلانتری، محمد چوپانزاده، عباس سورکی و عزیز سرمدی برای فرار از قصر است که در سال 1348 انجام شد اما به نتیجه نرسید. مورد دیگر فرار اشرف دهقانی در فروردین سال 1352 از زندان قصر است که به کمک مجاهدین و امثال معصومه شادمانی صورت گرفت. بدون کمک معصومه شادمانی اون فرار ممکن نبود. مادر فداکاری که اسوه صفا و پایداری بود و برای من بسیار عجیب است که چرا خانم اشرف دهخانی حتی پس از تیرباران و شکنجه اون زن دلیر نامی از وی نمیبرن. لیکودو شیاپرونو شنایدر در زندان قصر. مقارن با اعلامیه بیطرفی ارتش 22 بهمن سال 57، گروهی که به دروغ خود را هوادار آزادی زندانیان سیاسی جا می زدن، خودشون را قاطی مردمی کردن که برای آزادی زندانیان سیاسی تلاش می کردن. به زندان قصر حمله شد و 3 آمریکایی آزاد گردید. چند روز بعد از این ماجرا مدیر مؤسسه آمریکایی، مؤسسه الکترونیک داتا سیستمز، در یک مصاحبه اعلام کرد که برای بسیج و تحریک جمعیت جهت حمله به زندان قصر که 2 نفر از کارمندان ما اونجا زندانی بودن، ما پول خرج کردیم، به عده پول دادیم. این مصاحبه در دالاس با حضور آمریکایی های آزاد شده انجام شد. گفته شده یک واحد کماندویی 15 نفره اونا با دوستای خودشون در تهران برای حمله به زندان قصر آماده میشن. در همون روزهای پرآشوب انقلاب قاطی جمعیت میشن و با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد به زندان قصر حمله میکنن که در نتیجه اون 3 نفر آمریکایی، ماری آلن شنایدر، لیگود و شیاپرون جیم میشن. سلمانی مشدی علی اکبر. حالا داستان زندان قصر و تاریخ اون رو رها کنیم و به قصه خودمون برگردیم. در بخش پیش گفتم که از کمیته مشترک به طرف زندان قصر را افتادیم. تا به قصر رسیدیم و راننده ما را تحویل داد، افسر نگهبان پرسید اسم کدام یک از شما محمد است؟ من دست بلند کردم، کنارم کشید و یواشکی گفت فامیل؟ گفتم جعفری. از کدام شهر؟ گفتم گلپایگان. افسر نگهبان گفت شما اینجا بمونید. اون چند زندانی رو از پیش من بردن. بعد افسر نگهبان به یک پاسبان چیزی گفت و او آمد و اشاره کرد با من بیایید. در راه پرسید جرم شما چیه؟ چه کاره ای؟ گفتم دانشجو بودم. حرفمو قطع کرد و گفت قاچاق ماچاقم کردی؟ دکدوزی چیزی؟ گفتم نه. با تعجب منو ورانداز کرد و گفت بهتام نمیاد این کاره باشی. یه سکوت معنی داره که رفتیم تا رسیدیم به یک اتاق که پیرمرد نحیفی روی یک صندلی چوبی چرت میزد. پاسبان صدا زد مشتل اکبر، مشتل اکبر. او بیدار نمیشد. دوباره بلندتر گفت مشتل اکبر. پیرمرد بیدار شد و گفت سلام سرکار نجفی، سلام سرکار نجفی، بفرمایین. پاسمان انگار با وی آشنا بود، گفت چه خبر اینقدر خور و خور میکنی؟ بیا سر این زندانی را خوشگل اصلاح کن، یعنی بهتراش.
تا از خماری در بیای. من همینجا هستم. من تا آینه تیر و تار اون سلمانی رو دیدم یه طوری شدم. مدت ها بود رنگ آینه رو ندیده بودم. در کمیته وقتی دستشویی می رفتیم با پر کردن آفتابه از آب می تونستیم با نگاه کردن به سطح شفاف روی اون خودمونو به شکل مبهمی در آفتابه زیارت کنیم. اما حالا آینه واقعی رو می دیدم و یه کیف دیگه ای داشت. با اینکه رنگ و رو از صورتم رفته بود اما چشم از آینه نمی دوختم. مشتل یک بار گفت پوستت اینقدر زرد شده که انگار به اون زردچوبه مالیدن. چند وقت رنگ آفتابه ندیدی؟ گفتم یه مدتی هست. بعد گفت من سالاس اینجا آب خنک میخورم ولی جناب سروان اجازه داده فعلا سر خلافکارا رو اصلاح کنم تا عمراتم بگذره. اونم مثل پاسبان نجفی از من پرسید برای چی دستگیر شدی؟ گفتم دانشجو بودم و ساواک در اهواز دستگیرم کرده. گفت مصدقی هستی؟ الان از اهواز تا رو یک سر میارن اینجا؟ گفتم نه من از اهواز نمیام، دکتر مصدقم دوست دارم. من تو کمیته بودم. گفت کدوم کمیته؟ گفتم کمیته مشترک، یه جایی هست کنار توپخونه. یه مرتبه ماشین اصلاح از سرم برداشت و اومد جلوی من گفت پس برای چطور پیش من آوردن؟ چرا نبردن قسمت سیاسی ها؟ اونا خودشون علاحده سلمونی دارن، کنار اتاق انگشت‌نگاری است. فقط زندانیان عادی و مثل ما خلافکارا رو اینجا میارن. بعد گفت البته شما هم خلافکاری دان، ما یه جور دیگه. فکر نکنم به کسی چاقو زده باشی یا تریاک مریاک و هیروین رد و بدل کرده باشی، درسته؟ گفتم آره درست. سرمو که زرد سرکار نجفی سر رسید و گفت مشتل اکبر حالا نمیخواست سیر تا پیاز زندگی تو برای هر کسی که من اینجا میارم تعریف کنی؟ گفت نه بابا، داشتم از بدبختی خودم میگفتم. مشتل اکبر دستمال سفید آرایشگاه را که بالا و پایین میبرد و محکم تکون میداد تا موها ازش بریزه نگاه مهربانی به من میکرد که هنوزم یادم هست. بزرگ علوی در کتاب 53 نفر نوشته است زندان قصر جای مخوفی است. دیوارهای عظیم و متعدد و کریرورهایی که زندان را احاطه کرده در تازه وارد چنین تأثیر می گذارد که انگار کسی که به دام این زندان افتاده هیچ وقت رها نمی شود. رفتیم یه جای دیگه انگشت‌نگاری و بعد برگشتیم اتاق افسر نگهبان. او بعد از کمی تشریفات منو با همون پاسبان روانه یه بند کرد. واقعش من این احساس بزرگ علوی را نداشتم. همیشه فکر میکردم که این نیز بگذرد. حالا هم با همین ایدئولوژی، عمدن میگم ایدئولوژی، حالا هم با همین ایدئولوژی این نیز بگذرد از پس هر غم و شادی حقیری برمیام. نه فقط قصه های حقیر بلکه شادی های حقیر هم میتونه آدمی را زمینگیر کنه. بگذاریم. خلاصه بین راه پاسبان گفت خب پس جناب عالی سیاسی تشریف دارین. بابا جون چقدر شما بلا نسبت خرین. برای چی؟ برای کی خودتون رو به درد سر میاندازین؟ کی میگه دست شما در نکنه ها؟ کی میگه؟ شما که زندونی نمیکشین. از ما بپرس، از من بپرس تو بهت بگم کی زندونی میکشه. پدر و مادر بیچاری شما، اونا هستن که از قصه شما دق میکنن و زود هنگام پیر و زمین گیر میشن. اونا زندونی میکشن، نه تو نه شما. حالا برو یه لقمه بخور و صد تا شک کن که زن نداری، قاطی مرغا نشدی. اگه ازدواج کرده بودی، اگه بچه داشتی، میفهمیدی که زن و بچه و پدر و مادر در واقع زندونی میکشن. بعد گفت حالا میری تو بند عادیا. چرا؟ من نمیتونم. ولی اونجا مواظب خودت باش، یا سگ صاحبشو نمیشناسه. هر جور پدر سوخته ای که تو فکر کنی توی زندان عادی هست.
این حرف رو با یک دلسوزی به من گفت. رسیدیم به دم در، صدای داد و قال می اومد. خلاصه منو تحویل داد و رفت. که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. وارد بند شدم. خدا روز بد نبینه. از دوز و قاچاقچی گرفته تا قاتل و جیبور، همه رقم رو میشد در اونجا زیارت کرد. یک زندانی کتری کثیف و سیاهی به دست گرفته و در لیوانی سیاه‌تر از اون چای میفروخ. با وجودی که بهداشتی نبود، اما بهتر از کمیته بود که چای را مثل قارنشینان اولیه تو کاسه میخوردم. کاسه‌ای که مثل آچار فرانسه همه کاره بود و بعضی وقتا برای جیش و میش هم از اون زندانی ها استفاده می کردن. چایی در اون لیوان، در اون لیوان چرک سیاه مزهی وصف ناشدنی داشت. یه مرتبه دیدم توالت هم اونجا و نزدیک هست، بدون آقا بالا سر. توالتی بدون آقا بالا سر و زود باش زود باش نگهبان. اون چای قمپهلو رو که مثل آب زمزم برای من گوارا بود قورت دادم و دویدم به طرف توالت. هر چقدر دلم خواست نشست. از توالت که برگشتم دیدم چند نفر دارن پیچ پیچ میکنن با اشاره به من. به یکی از اونها که روی گردنشم عکس یک مار خالکوبی شده بود لبخند معنیداری به من کرد. شنیدم که به بغل دستیش گفت عجب تیکه مثل هلو میمونه. بعد اومد طرف من و مرا بد جوری ماچ کرد. رفیقاش بلند خندید. معمولا زندانیان عادی با سیاسی ها این گونه برخورد نمی کنن و حتی اگر مقامات زندان اونا رو شیر کنن، تحریک کنن، از بی احترامی به زندانیان سیاسی خودداری می ورزن و بیشترشون یه نوع لوتیگری دارن. اما اون روز انگار گیر افتاده بودم. هی دوروبر من می پلکید و خودشو به من می مالید. یک بار اون گفت داداش اگه سیگاری، عسلی، مربای چیزی خواستی حاجیت هست، دارمت. بعدم گفت تخت تو پیش خودم گذاشتم. در بند یه قرآن دیدم، برداشتم همینجور ورق میزدم، اما حواسم به قرآن که نبود، پرت بود. چند نفر از کنار من رد میشدن و یکی انگار میخواست یه چیزی به من بگه. بالاخره نشست و یه واشکی گفت میشه برای من استخاره کنی؟ گفتم من اهل استخاره نیستم. گفت پس اهل چی هستی؟ گفتم اهل گلپایگا. زد روی زانوم و خندید بلند. بعد یواشکی گفت منم بچه شابدالعظیمم، اسمم ابوالفضله، توی گمرک مالخر بودم. استخاره نمیخواستم که، میخواستم بگم مواظب این اکبری مادر قهوه باش. گفتم اکبری که؟ گفت همون که ماجد کرد. بلند شد رفت. راستش کمی ترسیدم. مدام در دلم میگفتم آخه آبت نبود، نون نبود، چرا کاری کردی که به این چهار چوله ها گرفتار بشی؟ ولی زود از این فکر بیرون اومدم. به خودم هی زدم که ناسلامتی، تو یک زندانی سیاسی هستی، زندگی تو به امید گسترش عدالت و برابری به خطر انداختی. تو میتونستی مثل هزاران نفر دیگه که آسامیرند و آسامیان تو گربه شاخشون نزنه، سر تو آخر خودت باشه. خب البته به چاله چوله برخورد میکنی، نمیشه توی آب رفت و خیس نشد. پاره شدن عکس اعلی حضرت همایونی. شب شد. وقت خواب که رسید دوباره اکبری رو دیدم که با اشاره به من با چند نفر در گوشی حرف میزنه. پی چاره میگشتم. رفتم طبقه دوم یک تخت و اونجا دراز کشیدم. تخت زیری یک پیرمرد بود و اون طرفتر یک راننده که با کامیونش تصادف کرده بود، کسی کشته شده بود. اصلا خوابم نمیورد، هیچی نخوابیدم. دمدمای صبح متوجه شدم یکی داره پتوی منو دستکاری میکنه. شک نداشتم که اکبریست. کمی دیگه که دست درازی کرد یه مرتبه بلند شدم و با سر محکم کوبیدم توی صورتش. نمیدونم اون همه زور من از کجا آورده بودم. رفت عقب و پس پسکی افتاد روی تخت راننده کامیون. او بیدار شد و داد و قالش در اومد. مادر سگ چرا منو بیدار کردی؟
همه بیدار شدن الا اون پیرمرد که پشت سر هم غر میزد و بیدار نشد. یه نفر فریاد کشید: اکبری، کار بوزینه نیست نجاری. و هر و هر خندی. اکبری با قاشقی که بعدم فهمیدم تیزی بود به طرف او خیز برداشت که اون بابا جا خالی داد. پشت سر هم فوش خار مادر میداد. یه پاسبان بیحال سر رسید یا خودشو به بیحالی میزد. فقط گفت: بخوابین، چه مرگتونه؟ اما کی میخوابید؟ بعدم رفت. هوا روشن که شد ابوالفضل گفت: بنازم به اون کلت که به این قرم ساق زدی، گول کاشتی، همه رو خوشحال کردی. بعد پرسید: تو زیر هشتی رد شدی یا نه؟ گفتم: آره، دیروز از زیر هشت اومدم، حالا هم منتظرم ببینم من یا اکبری رو از زیر هشت صدا میزنن یا نه. اما انگار خبری نیست، شاید همه اینا نقشه است، حقه است. گفت: نه بابا، نفهمیدی زیر هشتی یعنی چی. هر کی زیر هشت رد میشه یعنی سابقه داره، یعنی وضعش خرابه، یعنی خیلی بدبخته، یعنی بیرون از زندان هیچکس تحویلش نمیگیره. تعجب کردم، از دید من زیر هشت محل نشست و برخاست نگهبانا و افسر نگهبان بود. اتاق و محوطه‌ای در ابتدای هر بند که از کلمه هشتی مشتق شده. بعد از ظهر اون روز ناگهان دیدم عکسی از شاه پاره شده روی متکای من است. تا برداشتم اکبری با یکی دیگه کولی بازی در آورد و دار زد: عکس اعلی حضرتمون رو پاره میکنی؟ عکس پادشاه مملکت پاره شده. من جوری که بقیه بشنون گفتم: اکبری، پاتارون اون خورده نگذار. من از زیر دست اون ساواکیای بیرحم اومدم اینجا، زخم پاهامو ببین، خجالت بکش. یکی بلند رو به او کرد و گفت: بی ناموس. بعد رفتم در زدم، محکم در زدم. رفتم زیر هش و به افسر نگهبان داستان رو گفتم. او آدم خیلی خوبی بود. رفت داخل بند و برگشت و گفت: شما تقصیری نداری، ما هر روز با این بازی ها درگیریم، اینا خلاف کارن. گفتم: آیا سربرخور این کار رو میکنن؟ گفت: آره. اصلا این خیال و اثرت بیرون کن که کسی اونا رو علیه شما تحریک کرده باشه. این اکبری میدونی قاتله، زنش با یکی بوده سالها، رفته اون مرده رو کشته، زن خودشم خفه کرده، اعدامیه. هر روز یه قائله به پا میکنه. کاغذی آورد و ازم خواست ازش شکایت بکنم تا اونو به انفرادی بفرسته. گفتم: نه بابا، من شکایت نمیکنم. گفت: پس ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. گفتم: دوست دارم اینجا بمونم، اما نه به صلاح منه، نه به صلاح شما، نه به صلاح اکبری. گفت: شما برگردین توی بند، ترتیب میدم از اینجا برین قرنطینه، به بند چهار موقت. اومدم توی بند. ابوالفضل و چند تای دیگه دورم جمع شدن، به من چای دادن و پشت سر هم میگفتن: خدا قوت، خدا قوت. من گفتم به اکبری بگیم من از او هیچ شکایتی نکردم، هر چی بود گذشت. هر کسی یه چیزی میگفت. یه نفر تعریف کرد که بهمن سال گذشته، سال 52، محرم بود. روز عاشورا گمونم به یک شنبه افتاده بود. همه ما وسط حیات رفتیم و داشتیم سینه میزدیم. همین اکبری لواطکار تخم حروم با دورنگی اومد حرمت عاشورا رو شکست. ما که قمه نداشتیم، قمه که به زندونی نمیدن. او سرش رو تراشیده بود، نوچه هاش هم تراشیده بود. زور عاشورا رو یک مرتبه داد زد: یا حسین، یا حسین. بعد همشون تیغای ژیلت که باش ریش میتراشن و بالا بردن و محکم روی فرق سرشون زدن که خون جاری شد. خنده داره که بعد پاسبانا عصر عاشورا اومدن دنبال تیزی میگشتن، گفتن: شما با تیزی به سرتون زدین. هرچی نامی گفتن با تیغ ژیلت، ولکن معامله نبودن. گفتم: مگه تیغ ژیلت میدن به زندانی ها؟ گفت: داشتند. تو اون جمع یه نفر مثل ایرج آواز خون، مثل ایرج خواننده و چهجه زد، صدای خوبی داشت. به منم گفتن: بخون، بخون. منم ترانه اسب سفید را که پوران و ویگان با هم خوندن بلند بلند خوندم و همه کف زدن.
آخرش هم خودم گریستم و یکی دوتا از زندانی ها هم گریستن. کن شتاب ای اسب مهربان من، اسب مهنت کش خسته جان من، دیگه به مقصد راهی نمونده، کن همتی تا در پیچ و خم راه از پا نیفتیم، حیران نمونیم. اسب سفید من، با تو چه شبها بودم آواره در این کوه و صحرا، از ترس جور و خشم ستمگر. اسب من، اسب سفید من، به تندی از این بیراه بگذر. زندانی سیاسی نوریق ارمنی. از اون روز ورق برگشت و برخورد اکبری هم با من عوض شد. حالا شده بودم سنگ صبور بند و هر کسی می اومد و درد دل می کرد و از پروندهش می گفت. بیشترشون سارق بودن یا اختلاس چی. دو نفرم در دروازه قزوین در گمرک خانم باز بودن و شغل جاکشی داشتن. اونا با رقبای خودشون به خاطر زنای روسپی چاقو زده و چاقو خورده بودن. به من میگفتن اگه آزاد شدی و ما زنده موندیم سری به ما بزنی، نونت روغنه، مهمون مای جیتون متون نمیخواد بخری. والا اون دوتا آدم خیلی بیریا بودن، دوست داشتنی بودن. یه حاجی بازاری بدجنس در بند بود که همش قلف و الله میخوند. هر روز نمیدونم از کجا گوشت تازه براش میآوردن و او بیفتک و شیشلیک درست میکرد و توی بند سیر و پیاز میفروخ به مراتب گرونتر از بیرون. کارش شده بود سرکیسه کردن زندانی های بدبخ. برای زندانی ها استخاره میکرد و دعا میخوند تا عفو ملوکانه شاملشون بشه و پول میگرفت. یک مرادی هم بود که میگفتن چوپون بوده، در مرز شوروی دستگیر شده، قرار است بره بند سیاسیا و او یک کلمه حرف نمیزد. یادم رفت بگم که اونجا غذا را با پیت آشغال می آوردن. من تعجب میکردم. شنیدم بعضی وقتا به عمد لابلای غذا سوسک و شپش می اندازن که نمیدونم صحت داشته یا نه، شاید صحت نداشت. یکی میگفت غذای اینجا رو جلوی سگ بذاری نمیخوره. البته من خوردم. یه نفر یواشکی گفت محمد آقا پیشتر یک جزامی هم توی بند ما بود و یک زندانی سیاسی را آورده بودن اینجا پیش ما، ارمنی بود به اسم نوریق. اون جزامی که خوره استخون انگشتش معلوم بود، چونه نوریق اون زندانی سیاسی رو چند بار لیسید، بعدم دست زد و اون ارمنی به مریضی سختی دچار شد. اسم کامل اون زندانی نوریق دیرکیورکیان هفتوالی بوده است. نوریق ارمنی و زادی سلماس بود و خودش هم به موضوع فوق اشاره کرده است. وی نوشته های چگوارا، کاسترو و چباید کرده لنین را به زبان ارمنی وارد زندان میکرد. بگذاریم. در اون زندان جیمی دوست داشتنی هم بود. من جیمی را خیلی دوست داشتم. او رو بعدها به بند 1 و 7 و 8 پیش زندانیان سیاسی آوردن و غیر از من با آقای محمود دولت آبادی و زنده یاد یحیی رحیمی خیلی عیاق بود. بیچاره ظروف غذا را از آشپزخونه زندان روی سرش میذاشت و عرق ریزان به بند ما 1 و 7 و 8 می آورد تا ما زندانیان سیاسی کوفت کنیم. جیمی گفت محمد جون، بدان و آگاه باش که اکبری آدم فروش است، از خودشون است. من همش میترسم با تیزی بزنه تو چشم و چارت. جیمی در حیات دو تا پسر جوون رو نشون من داد، گفت اکبری هر شب میره سراغ اینا، خیال کرده تو رو هم میتونه شکار کنه، بنازم به شست دستت که اونو سر جاش نشوندی. توی اون بند که البته بخشی از جامعه عقب مانده میهن ستم دیده ما ایران بود، همه نوع آدمی پیدا میشه. روزی یکی اومد پیش من، نه اون دو جوان که جیمی نشون داد، یکی دیگه اومد و بعد از کمی تعریف گفت شما ازدواج نکردی؟ گفتم نه، ولی تو نقش هستم. گفت چجوری توی زندان؟
گفتم بالاخره میرم بیرون، همه میریم بیرون، تا قیامت که اینجا نمیمونیم، ببینم چی میشه. گفت حالا را عشقه، بعدم بعدن، حالا چی؟ بعد کمی مکس کرد و گفت حالا آدم که حتما نباید زن بگیره، یه جورای دیگه هم خوب میشه. پرسید شما منو دوست داری؟ گفتم انشالله هر دو ازدواج میکنیم با دو تا زن خوشگل. گفت گور بابای هر چیز زنه، من که اهل زن گرفتن نیستم. بعد کمی منومن کرد و پرسید شما چه درسی خوندی؟ گفتم فیزیک خوندم. گفت فیزیک به زبون بیسوادی ما یعنی چی؟ گفتم تا حالا رادیو باتری داشتی یا چراغ قوه؟ گفت آره هر دو رو داشتم. گفتم اگه باتری ها رو عوضی بذاری روشن نمیشه دیگه، دو قطب همنام یکدیگر رو دفع میکنن و دو قطب غیر همنام که مثل زن و مرد یکدیگر رو جذب میکنن. اگه باتری ها رو اشتباه بذاریم نه رادیو روشن میشه نه چراغ قوه. خنده ای کرد و گفت بابا جون 2000 افتاد، بقیهشو نکن، شما تمایلی به من نداری، درسته؟ منو دفع میکنی دیگه. یه مرتبه اسم ما صدا زدن، محمد جعفری، محمد جعفری با کلیه وسائل زیر 8. چند نفر صلوات فرستادن، یکی دوید و رفت پیش اکبری، او هم اومد و با اکراه به من دست داد. بعضی ها با نگاه شماتتش میکردن، دم به گریه بود یا اینجوری وانمود میکرد، نمیدونم. گفت ببخشین از نادونی من بود، از خریت من بود، ما را خدا تو سرمون زده، خر شدم والا، شما با آقای خودتون ببخشین. گفتم بابا طوری نیست، خیالتم تخ باشه، من چیزی علیه تو ننوشتم و نمی نویسم. باش دست دادم و با هر که دم دستم بود خداحافظی کردم. دم در جیمی یه قرآن آورد بالای سرم گذاشت و خودش وایستاد کنار در. بعد به من دستور داد میری 3 مرتبه میای و برمیگردی. انیکات خان آیه است در قرآن. بعد فوت کرد و گفت انشالله همین غروب پیش پدر و مادرت باشی به حق 14 معصوم. قرار شد به بند 4 موقت به قرنطینه بروم. به خودم میگفتم محمد تا جایی اومدی که پیشتر قوام و سلطنه، سارم و دوله، سولت و دوله، عبدالحسین تیمورتاش، علی مردان خان بختیاری و 53 نفر در اون حبس کشیدن. پوز میدادم. فرخی یزدی اینجا بوده، دکتر تقی ارانی، خلیل ملکی، بزرگ علوی، عبدالحسین نوشین، مهدی اخوان سالس، شاملو، حنیف نژاد، مسعود احمدزاده و آیت الله طالقانی، همه اینجا بودن. اینجا گنجینه از رشادت ها و خاطرات تلخ و شیرین مردان و زنان مبارزی است که بهترین سالهای عمرشون رو برای رسیدن به اهدافی متعالی پشت میله های اون سپری کردن. خودم رو گرفته بودم، تاخچه بالا گذاشته بودم، به خودم دست گل میدادم و پوز میدادم، خیال میکردم با پرومته اومدم بر فراز کوه المپ و مثل تهمتن از 7 خان گذشته بود به مسافه دیو سیاه آمدم.